با تشبوس محترم رستم امامعلی، پرزیدنت فدراسیه فوتبال کشور و در پیروی از سیاست های ورزش پرورانه دولت و حکومت تاجیکستان، در جماعت دهاتی ابو عبدالله رودکی ناحیه واسه میدانچه معاصر ورزشی ساخته به استفاده داده شد. میدانچه مذکور باشد در محدوده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ساخته شده، درهایش برای همه علاقمندان ورزش باز خواهد بود. خوشبختانه در عرفه جشنگیری کنسوسیای جمهوری تاجیکستان، آموزگاران و طالب علمان مؤسسه تعلیمی ما و اهل جماعت دهاتی رودکی تحفه به نهایت گرانبهای گرفتند. از طرف فدراسیه فوتبال جمهوری تاجیکستان و با تشبث و دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان و رئیس فدراسیه فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی برای ما یک میدانچه نو ورزشی ساخته به استفاده دادند که مشکلات اهل جماعت ما را خیلی آسان میکند. بهره‌برداری میدانچه ورزشی زمانوی از سوی فدراسیه فوتبال تحفه ارزشمند به ساکنان این جماعت دهات محسوب می شود و باز یک گوشه دیگری دیار آبادتر خواهد بود. باید قید کرد که ورزش در ناحیه واسه سال از سال پیش رفته استاده است که نقش میدانچه ورزشی ساخته شده در سالهای اخیر بسیار مهم ارزیابی می شوند. همین موضوع باعث گردیده است دسته های فوتبالی ناحیه واسه در عرصه فوتبال کشور از خود درک دهند. ناحیه واسه یکی از ناحیه های میباشد که خیلی شماره زیادی مخلصان دارد و چون که شما درست قید کردید در موسم گذشته این ناحیه رو دو دسته معرفی کرد در مسابقه جمهوری. در لیگ یکم دسته هولبوکی ناحیه واسه و در میان دسته لیگ اولی دسته فایسکندی این ناحیه واسه معرفی کرد و این باعث افتخار است، باعث خوشنودی است. قابل ذکر است در چارچوب سیاست ورزش پرورانه پیشوای ملت، تالار و میدانچه ورزشی نه تنها در شهرهای بزرگ کشور بلکه در تمام قلمرو جمهوری ساخته به استفاده داده می شوند. فدراسیه فوتبال هم تلاش خواهد کرد تا 30 سالگرد استقلالیت دولتی باز چندین میدانچه ورزشی دیگر نیز ساخته به استفاده دهد. تا امروز از جانب فدراسیه فوتبال تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری در 22 چنین میدانچه های زمانوی ساخته به استفاده سپاریده شدند. با دستگیری به واسطه پرزیدنت فدراسیه فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی، تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان فدراسیه فوتبال به نقشه گرفته است که باز در چندین شهر و ناحیه های وطن عزیزمان چنین میدانچه های زمانوی را ساخته به استفاده سپارند. هدف اساسی از ساخت تالار و میدانچه های ورزشی ترغیب طرز حیات سالم بوده، همچنین امید بر آن است از همین میدانچه ها ورزشگران نام آوری ملت نیز به وای رسند.